سال 1388 یکی از خبرسازترین سالهای اخیر ایران به آخرین روزهای خود نزدیک میشه و ایرانیان خود رو برای آغاز سال جدیدی آماده میکنند. اما پیش از فرارسیدن نوروز یک مناسبت دیگه در راهه، چهارشنبه سوری، مراسمی که امسال در مورد اون بیشتر صحبت میشه. امشب همراه با کوروش صحتی نگاهی خواهیم داشت به همین مسئله و مسائل حاشیه‌ای دیگه. خب کوروش، بهت سلام میکنم و درود میفرستم، خوشحالم با هم هستیم. مراسم چهارشنبه سوری همیشه در ایران و برخی از کشورها برگزار میشد، حتی گروهی از ایرانیان برون مرزی یا خارج از کشور هم رو برگزار میکردن، ولی امسال چه ویژگی داره؟ چرا بیشتر این موضوع رسانه‌ای شده و خیلی از مطبوعات بهش پرداختن؟ سلام بهنود. در مورد مراسم چهارشنبه سوری، همونطور که گفتی امسال توجه ویژه‌ای به این مراسم شده و به نظر میرسه که عامل عمده اون هم اعتراضات پس از برگزاری انتخابات هستش که باعث شده معترضین به نتایج انتخابات و بعد از اون عملکرد جمهوری اسلامی در رابطه با معترضین از هر گونه فرصتی برای نشون دادن اعتراض خودشون استفاده کنن، از مراسم حکومتی 13 آبان، نماز جمعه، روز قدس گرفته تا روز دانشجو و حتی مناسبت‌های مذهبی مثل عاشورا و محرم که دیدیم طرفداران جنبش سبز ایران استفاده کردن تا خودشون نشون بدن به جامعه جهانی و فریاد اعتراضشون سر بدن، در صورتی که هیچ گونه اجازه تجمع رو حکومت برای اونها صادر نکرده. و الان هم دقیقاً چهارشنبه سوری شاید آخرین فرصت این معترضین در سال 88 باشه که به نوعی خودشون رو نشون بدن در این روز و اعتراض خودشون رو نشون بدن. ولی در مورد چهارشنبه سوری، اساساً نفس برگزاری این مراسم این روز مورد نظر حاکمیت جمهوری اسلامی نبود از ابتدای ایجاد جمهوری اسلامی. شاید سخنان آقای مرتضی مطهری که برخی ایشون رو ایدئولوگ نظام جمهوری اسلامی میدونن که اعلام کرده بود که احمق‌ها تنها این مراسم رو برگزار میکنن، جالب باشه که نمونه آشکاری از دیدگاه مسئولین حکومتی و طرفداران جمهوری اسلامی نسبت به این روز باشه. یک قسمتی از سخنان آقای مطهری در سال 58 گمان کنم باشه، به هر حال سخنانی از ایشون هست در مورد چهارشنبه سوری که اگه موافق باشی اول اینو ببینیم بعد ادامه بدیم. ما در گذشته چنین می‌کردند، ما هم چنین می‌کنیم. چهارشنبه آخر سال می‌شود، آخر سال شمسی، چهارشنبه آخر اسفند می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها که باید بگیم خانواده‌های احمق‌ها، بسیاری از خانواده‌های احمق‌ها روشن می کنن، هیزه می روشن می کنن. بعد آدم های سرمر گنده با یک هیکل های نمی دونم چنین و چنین از روی آتش می پرند. ای آتش، زردی من از تو، سرخی تو از من، این چقدر حماقت است. خب چرا چنین می کنید؟ آقای سنتی اسمال ما مردم از قدیم که در آن ما چنین می کردن. قرآن میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئاً، اگرم پدران و گذشتتون چنین کاری میکردن. شما وقتی میبینید یه کار احمقانه هست و دلیل خریت پدران شما هست، روش بپوشید. چرا دو مرتبه این سند حماقت را هی سال به سال تجدید میکنید؟ این فقط یک سند حماقت هست که هی کوشش میکنید این سند حماقت را همیشه زنده نگهش دارید. ما این که چنین پدر مادرهای احمدی داشته ایم. بله، این هم گوشای صحبتهای آقای مطهری که در اوایل انقلاب همونجور که گفتی درباره چهارشنبه سوری ابراز شده. بله دقیقاً. و جالب، امروز خبرگزاری مهر هم سوالی رو مطرح کرده بود، استفتا کرده بود از 7 مرجع تقلید شیعه که اونها هم به نوعی چهارشنبه سوری رو رد کرده بودن و حتی آقای خامنه‌ای گفته بود که هیچ گونه مبنای عقلایی نداره برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال. اما کوروش، علارغم همه این صحبتایی که عنوان میشه نظر روحانیون یا مراجع تقلید شیعه که مخالفت دارن با برگزاری مراسم، میبینیم که هر سال مردم خب در هر جایی که هستن اون رو برگزار میکنن، جشن میگیرن و خب مراسمیه که به صورت سالانه در نقاط مختلف ایران برگزار میشه. چه ویژگی ها یا نکات دیگه‌ای که درباره امسال میشه بهش اشاره کرد؟ خب البته من گفتی که هر ساله برگزار میشه، برخلاف نظر ایدئولوگ ها و مسئولان جمهوری اسلامی، این یک مقاومت فرهنگی بوده که هر ساله مراسم چهارشنبه سوری دیدیم برگزار شده و
بعضن به درگیری میون جوان‌ها و بسیج هم کشیده می‌شده در سال‌های پیش، هرچند حالت سیاسی نداشته، اما همونطور که گفتم امسال بیش با توجه به اعتراضات بعد از انتخابات بسیاری عقیده دارن که احتمال طرح مطالبات سیاسی در مراسم چهارشنبه سوری هستش و همینطور در سایت‌های اینترنتی هم می‌بینیم که طرفداران جنبش سبز به شدت خودشون رو آماده کردن که در مراسم این روز حاضر باشن. و یک نکته مهم دیگه هم در مورد چهارشنبه سوری این هستش که برخلاف مراسم‌های پیشین که امسال برگزار شدن مراسم اعتراضی، یک نقطه متمرکزی نداره و در نقاط مختلف شهر در کوچه و خیابان‌ها برگزار خواهد شد که اون کنترلش سخت خواهد بود، در صورتی که الان هم می‌بینیم دادستان تهران و جانشین فرمانده نیروی انتظامی پیشاپیش مردم رو تهدید کردن که اگر در مراسم روز چهارشنبه سوری شرکت بکنن بازداشت خواهند شد و این نکته‌ای بوده که در این ارتباط وجود داره. خب کوروش، هر هفته که ما این بخش از برنامه رو اجرا می‌کنیم تو اشاره‌ای می‌کنی به فعالیت‌های دانشجویان و جنبش دانشجویی به صورت کلی، در این فرصت کم چه نکاتی هست راجع به جنبش دانشجویی و فعالین که بشه بهش پرداخت؟ البته فرصت محدودی هست، اما تنها نکته‌ای که میشه اشاره بکرد این هست که در داخل کشور فشار بر دانشجویان به شدت ادامه داره و در خارج از کشور مورد توجه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته جنبش دانشجوی ایران. در ایران خب تداوم بازداشت دانشجویان، صدور احکام کمیته‌های انضباطی و ممنوع تحصیل کردن دانشجویان رو دیدیم و مورد اعتراض دانشجویان بسیاری قرار گرفته. به طور مثال نامه 2000 نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف بود که اعتراض کردن به بازداشت مهدی کلاری، کوهیار گودرزی و تارا سپهریفر که دبیر انجمن اسلامی این دانشگاه هستش. و چندی پیش هم دیدیم که اساتید این دانشگاه اعتراض کردن به برخوردهایی که با دانشجویان میشه در این دانشگاه. و در دانشگاه آزاد نجف آباد هم دانشجویان نامه سرگشاده‌ای دادن که اعتراض کرده بودن به وضعیت دانشجویان ممنوع تحصیل. اما به توجه مورد توجه قرار گرفتن جنبش دانشجوی ایران اشاره کردم، آقای مجید توکلی و عبدالله مومنی، دو چهره سرشناس جنبش دانشجوی ایران، جایزه هومنی رو از پراگ گرفتن که و همینطور جنبش دانشجوی ایران به صورت سمبولیک. این هم یک جایزه بوده که نشانگر توجه نهادهای مدافع حقوق بشر به جنبش دانشجوی ایران و وضعیت دانشجو در ایران هست. با سپاس فراوان از کوروش صحت عزیز که در برنامه شباهنگ و تحولات خبرهای دیگر هفته آینده بیشتر بررسی میکنه.